به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. واقف به کار عقل شدند و سر، عشق آنان که اهل قلم و خبر شدند. جز از مپای مردی اهل خبر نبود، کس هر چه بود و هست همه با خبر شدند. کار دل است و عشق گزیدند، اگر ز شوق راه خبرنگاری و تصویر شدند. تشکر ویژه می کنم از تمام خبرنگاران عزیز و اهالی محترم و نجیب مطبوعات و رسانه های استان البرز که نقش بسزایی یقیناً در روزهای کرونایی در استان البرز ایفا کردند. من لازم میدونم اینجا تشکر ویژه بکنم از استاد ارجمندم جناب آقای رحیمی، سردبیر محترم پایگاه خبری رادیو کوهنورد، که هم اسمش با مسماست، هم تو این 4 سالی که در استان البرز به منصه ظهور رسیده و فعالیت‌های خبری خودشو انجام داره میده، که در زمینه‌های گردشگری، هلال احمر، کوهنوردی و محیط زیست که 4 حوزه تخصصی هستن، کارهای بسیار خوبی رو انجام دادن و امسال هم تونستن در 4 جشنواره مطبوعات استان البرز مقام کسب کنن، که این یقینا اثر مثبتی در فرایند کارهای بعدی این تیم بسیار عزیز و پرتلاش و دارای دانش خبرنگاری خواهد بود. تأسیس 4 سالگرد پایگاه خبری رو خدمت شما و همکاران محترمم تبریک عرض می‌کنم. انشالله که در این آزمون سخت با توجه به وضعیت کرونا و آزمونی که برای تمام رسانه‌ها پیش اومده، شما موفق و معید باشید. انشالله خداوند همراه و همیار شما باشه، در پناه خدا باشید. انشالله در سالهای آتی توان قدرت‌تری رو در عرصه رسانه‌ها داشته باشید. عرض تبریک دارم 4 سالگرد تأسیس پایگاه خبری رادیو کوهنورد رو خدمت مدیران و دست‌اندرکاران و خبرنگاران عزیز این حوزه. مخصوصا در طول 1 سال گذشته ما در اورژانس با پایگاه خبری رادیو کوهنورد همکاری بسیار خوب و مناسبی رو داشتیم. خب خیلی دوست داریم و تمایل داریم که این همکاری بیش از پیش گسترش پیدا کنه، مخصوصا در حوزه تربیت خبرنگاران تخصصی حوزه اورژانس. خب حالا ما اصطلاحات و مسائل تخصصی خاص خودمون رو داریم، چه خوبه که همکار عزیز ما که تکنسین فارغ‌التحصیل پزشکی هستن یا در حوزه پزشکی فعال هستن و آشنایی کامل دارن با این حوزه، بتونن آموزش ببینن در خصوص آموزش‌های خبرنگاری و مطمئناً در این صورت ما خبرهای بهینه‌تر، تخصصی‌تر و ویژه‌تری خواهیم داشت. انشالله که سالیان سال فعالیت این پایگاه خبری ادامه داشته باشه و روزی برسه که اگر عمر باقی باشه ما 40 سالگرد تأسیس پایگاه خبری رادیو کوهنورد رو هم خدمتشون تبریک عرض کنیم. عرض تبریک و خدا قوت دارم 4 سالگرد تأسیس پایگاه خبری رادیو کوهنورد رو خدمت همه عزیزانی که در این پایگاه خبری زحمت میکشن. خب حفظ محیط زیست از وظایف عمومی هست و جزء حقوق عامه هست که باید بیشتر بهش توجه بشه و هرچه اطلاع رسانی ها بیشتر باشه و چالش ها و مشکلات محیط زیستی بیشتر بیان بشه، قطعا در افزایش مسئولیت پذیری و مشارکت مردمی تاثیرگذار هست و رسانه به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولین میتونه نقش مهمی در این زمینه داشته باشه. یکی از موضوعات مهم در زمینه خبر و اطلاع رسانی در حوزه محیط زیست اینه که موضوعات به صورت تخصصی بیان بشه. خوشبختانه پایگاه خبری رادیو کوهنورد
در طول چند ساله فعالیت خودش نشون داده که به موضوعات محیط زیست به ویژه در حوزه محیط طبیعی و حیات وحش به صورت تخصصی میپردازه. قطعا این قضیه بازخورد خوبی بین مخاطبین داره. پایگاه خبری رادیو کوهنورد که از یاران همیشگی جمعیت هلال احمر بودن در همه مواقع، جنسشون جنس هلال احمریه، سالهای سالی که همکاری بسیار خوبی با عزیزان ما، امدادگران ما و داوطلبین و جوانان ما داشتن، همواره در اکثر مواقع در حوادث پوشش های خبری مناسبی رو دادن، تونستن اطلاع رسانی های خوبی رو در ایام کرونا و همینطور در مواقع استرار برای جمعیت هلال احمر داشته باشن. همکاری با سابقه ای هست و امیدواریم که ادامه دار باشه. چهارمین سالگرد تأسیس پایگاه خبری رادیو کوهنورد رو که از رسانه های تخصصی و همکار همیشگی هلال احمر بوده، خدمت مدیر مسئول، خبرنگاران و همه اهالی رسانه تبریک عرض میکنم و امیدوارم که مثل 4 سال گذشته انشالله با یک رشد بهتری شاهد بالندگی و شکوفایی و افزایش مخاطبانش باشیم. حوزه خبرنگاری در بحران که معمولاً اخبار جمعیت هلال احمر شامل این دسته از اخبار میشه، 2 تا نکته خیلی مهم به نظر من داره. یکی دقت هست که خیلی مهمه. به هر حال ما نباید توی این اطلاع رسانی ها سرعت رو مقدم بدونیم بر دقت. تعداد کشته ها، تعداد مصدومین، حجم خرابی ها، اینها باید دقتی بیان بشه. چهارمین سال روز تأسیس پایگاه خبری رادیو کوهنورد رو خدمت شما دوستان عزیز و زحمتکش تبریک میگم و همچنین کسب رتبه در چهارمین جشنواره مطبوعات استان البرز که آقای رحیمی بزرگوار زحمت کشیدن منتخب شدن و جوایز گرفتن رو تبریک میگم. همچنین براشون آرزوی موفقیت دارم. چهارمین سالگرد تأسیس پایگاه خبری رادیو کوهنورد که به صورت تخصصی در حوزه‌های محیط زیست و کوهنوردی، هلال احمر و گردشگری به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند رو به همه اعضای این تیم به ویژه خبرنگاران و عکاسان خبری تبریک بگم. سلام عرض میکنم به تک تک مخاطبایی که از این قاب دارن بنده رو احضار گرم شدن و میخوام که از این تریبون استفاده کنم و به تک تک خبرنگارانی که با تمام شرایط پروتکل‌های بهداشتی و استانداردهایی که وجود داره و از جمله ماسک و دستکش در این راهی که واقعا تک تک زمانش تقدس داره دارن فعالیت میکنن، میتونم به جرأت بگم بعد از پرستاران و مسئولین، خبرنگارا یک جایگاه مهم و ویژه‌ای رو دارن، چون توی شرایط کرونا تنها کسایی بودن که حضور مستمر داشتن، هم خبرنگارا هم عکاسای خبری. پس یه خدا قوت بهتون میگم و انشالله که عمر با عزت داشته باشید. رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی‌نهایت. عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. پایگاه خبری رادیو کوهنورد طبق قانون مطبوعات در حوزه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، محیط زیست، هلال احمر و گردشگری در سراسر کشور فعالیت می‌کنه. تا یادم نرفته باید خدمتتون عرض کنم که این رسانه هیچ گونه رابطه حقوقی و غیر حقوقی با صدا و سیما نداشت و نداره. شما هم میتونید سوژه ها و دغدغه های خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید.